بنام خدا، سلام و شبتان بخیر. امروز چهارشنبه هفتم حمل 1398 خورشیدی است که برابر می شود با 27 مارچ 2019 میلادی. با مجموعه خبری ساعت 8 شب آریانانیوز خوش آمدید. سرخط مهمترین خبر. غیر قانونی خواندن توزیع پول از سوی دفتر بانوی نخست در ننگرهار. اگر کمک کردن به مردم آسیب پذیر سیاست است، بله، ما امی چیز کردم. واکنش تنده کابل بر اظهارات نخست وزیر پاکستان. در مورد تعیین سرنوشتشان اونا فرمایش بدن یا توقع اعمال نفوذ داشته باشند. برد بر رسمیت شناختن بلندی های جولان بر حاکمیت اسراییل. مشروع خبرها. توزیع پول به هدف پیکارهای انتخاباتی تقابل با قانون و فرا اخلاقی است. یک روز پس از نشر گزارش آریانانیوز در مورد توزیع پول از آدرس دفتر بانوی نخست به بانوان در ولایت ننگرهار، شماری از نامزدان انتخابات ریاست جمهوری و نهادهای ناظر این کار را خلاف قانون می‌دانند. در همین حال بانوی نخست کشور می‌گوید توزیع پول به خانواده‌های بی‌بضاعت پیکار انتخاباتی و کار سیاسی نیست. خالد دکزاد گزارش می‌دهد. یک روز پس از نشر گزارش آریانا نیوز در مورد توزیع پولهای بودجه حکومت به هدف پیکارهای انتخاباتی رئیس جمهور از سوی دفتر بانوی نخست کشور به بانوان در مراکز صحی ولایت ننگرهار، رولاغنی در این مورد واکنش نشان می‌دهد. بانوی نخست کشور می‌گوید این پول به اساس توافق وزارت مالیه و وزارت صحت عامه به هدف مصارف رفت و برگشت بانوان بی‌بضاعت فرستاده شده بود. ما دفتری ما پول نداره، هر کس که آمده دفتری ما فهمید دید که ما هیچ پول ندارم که توزیع کنم که بتون. متاسفانه اونا سیاست گدوات در ما منش کردن، ادعا کردن که این پول ما سیاست دایی میکنم. اگر کمک کردن به مردم آسیب پذیر سیاست است، بله، ما چیز کردم. بر بنیاد گزارش ها بخشی از پول های ارسال شده از دفتر بانوی نخست کشور را طالبان در ننگرهار با آتش کشیدند و حتی درب مراکز صحی در بخش های از این ولایت را برای مردم بستند. رقبای انتخاباتی رئیس جمهور این کار را نگران کننده و حرکت غیر اخلاقی می دانند. تمام کاندیداها نگران هستند از اینکه سران حکومت وحدت ملی از امکانات دولتی استفاده بکنند و کمپاین پیش از وقت را بندازند. امیدوار هستم که او تعهد اخلاقی که همه کاندیدا دارند رعایت بشه و به ویژه تیم رئیس جمهور سوء استفاده نکنند از امکاناتی که هست. ناظران انتخاباتی نیز توزیع پول را به هدف پیکارهای انتخاباتی تقابل با قانون می‌دانند. مبنای کار کمپاین انتخاباتی است. این یک چالش است، نقض قانون است و در مخالفت با قانون است و نباید خلاف قانون کمپاین صورت بگیره و نباید سوء استفاده از منابع حکومت صورت بگیره. قرار است انتخابات ریاست جمهوری در ششم میزان برگزار شود. با آن هم دیده شود که کمپاین های پیش از وقت با چه جنجال های میان نامزدان انتخابات ریاست جمهوری همراه خواهد شد. کابل در واکنش به گفته های اخیر نخست وزیر پاکستان درباره شکل گیری و حکومت موقت سفیرش را از اسلام آباد فراخواند. عبدالله عبدالله رئیس اجرایی کشور هشدار می دهد که از هیچ کشور انتظار اعمال نفوذ بر سرنوشت افغان ها را ندارد. آقای عبدالله ایجاد حکومت موقت را عقبگرد می داند، اما می گوید که با یک وسیله برای صلح که تمامی افغان ها بر آن توافق داشته باشند موافق است. شاهپور فرهمند گزارش می دهد. عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت با حضور در یک نشست خبری درباره گفته های اخیر عمران خان نخست وزیر پاکستان که خواهان شکل گیری حکومت موقت در افغانستان شده است واکنش نشان می دهد. هیچ کس، هیچ شهروندی کشور این توقع را ندارد از یک کشور همسایه یا هر کشور دیگه که سرنوشت مردم را که اینقدر قربانی به خاطر آزادی خود، به خاطر استقلال خود، به خاطر حاکمیت ملی خود، به خاطر قانونیت ارضی خود دادن، در مورد تعیین سرنوشتشان اونا فرمایش بدن
یا توقعی ایمان نفوذ داشته باشند. از سوی هم وزارت خارجه کشور در واکنش به این گفته ها سفیرش در اسلام آباد را به کابل فراخوانده است. گزارش های هم وجود دارد که کابل گزینه اخراج سفیر پاکستان از افغانستان را روی دست گرفته است. ولی به هیچ صورت ما به کس دیگه باید اجازه ندهیم که بر ما راهنمایی کنه که حکومت موقت باید از بیاید چی پاکستان باشه و یا هر مملکت دیگه باشه. در این حال واشنگتن هم از پاکستان می‌خواهد که برای یافتن یک راه حل برخواسته از گفتگوها برای بحران افغانستان نقش سازنده بازی کند. پاکستان می‌تواند نقش مهم را در یافتن یک راه حل برخواسته از گفتگوها در افغانستان بازی نماید و این چیز است که ما از آن سپاسگزار هستیم. اما وزارت خارجه پاکستان در خبرنامه می‌گوید که از سخنان نخست وزیر عمران خان سوء تعبیر شده است. در یک خبرنامه وزارت خارجه پاکستان آمده که پاکستان جز کمک بر روند صلح بر رهبری و مالکیت افغانها منافع دیگری در افغانستان ندارد و این گفته ها نباید همچون مداخله در امور داخلی افغانستان پنداشته شوند. این در حالی است که روز گذشته نخست وزیر پاکستان در گفتگو با خبرنگاران از احتمال یک حکومت موقت در افغانستان سخن زد و چنین حکومتی را یک راه حل احتمالی عنوان کرد. رئیس اجرایی شکلگیری هیئت همشمول گفتگو کننده صلح را حتمی می داند. عبدالله عبدالله می گوید حتماً فرصت برای گفتگوهای همشمول فراهم نشده، اما تاکید می کند که در صورت فراهم شدن چنین نشست حکومت آماده است در آن نماینده بفرستد. در همین حال زلمه خلیزاد فرستاده ویژه آمریکا برای صلح افغانستان دور تازه از سفرهایش به چند کشور منطقه را آغاز کرده است. وزارت خارجه آمریکا می گوید که خلیلزاد در این سفر با مقام های بریتانیا، بلژیم، پاکستان، ازبکستان، اردن، افغانستان و قطر روی صلح افغانستان رایزنی می کند. شاهپور فرهمند گزارش می دهد. در حالی که قرار است در روزهای نزدیک شماری از سیاستگران افغان و طالبان در نشستی که از سوی یک مرکز غیر دولتی در قطر برگزار می شود با هم دیدار کنند، رئیس اجرایه می گوید که از حکومت افغانستان هم در این نشست دعوت شده، اما تا هنوز آنان برای حضور در این نشست تصمیم نهایی نگرفتند. مذاکرات همشمول که در دولت هم هست و دیگران هم هست، در این مورد هنوز زمان هم تعیین نشده و موافقه نهایی هم هنوز صورت نگرفته، اما وقتی که فرصت پیش بیاید دولت افغانستان آمادگی شرکت در طور مذاکرات دارد. در همین حال وزارت خارجه آمریکا میگوید که زلمه خلیلزاد فرستاده این کشور برای صلح افغانستان دور تازه از سفر 17 روزه به کشورهای پاکستان، بریتانیا، بلژیم، ازبکستان، اردن، قطر و افغانستان را آغاز کرده است. در یک خبرنامه وزارت خارجه آمریکا آمده که سفر خلیلزاد به این کشورها بخشی از تلاش کلی برای زمینه‌سازی روند صلح است تا تمامی طرف‌های افغان وارد گفتگوهای فراگیر بین‌الافغانی شوند. هم دولت افغانستان و هم سران سیاسی کشور به این موافق هستند که همچه یک تیمی باید از افغانستان نمایندگی بکنه تا بهانه برای طرف مقابل که منظورم فکر می‌کنم که مانع اصلی برای صلح طالب‌ها هستند. هر قدر که زودتر صدای واحد مردم افغانستان تمثیل شود و به شمول دولت و دیگران، فکر می‌کنم که مجال بر بهانه طرف مقابل کمتر باقی می‌ماند. خلیلزاد در حال به افغانستان می‌آید که اخیراً روابط کابل واشنگتن از بهر آنچه که شریک نساختن نتیجه گفتگوهای خلیلزاد با مقام‌های افغان دانسته می‌شود به تیرگی کشیده است. لاغه و رست به قطر تزی او قطر که به طالبان و سر اغا مسویده چه دی وربان دی توافق کرده و پا اغا به خبری کهجه تماده چه پا مسویده پا لاسلیک او یا ارون مسایلو که پرمخته گوسی. زلمه خلیلزاد در دور پنجم سفر منطقه‌ایش 16 روز با هیئت گفتگو کننده طالبان در قطر بحث کرد و در پایان دو طرف گفتند که در زمینه پیشنویس تضمین‌های ضد هراس افغانی و خروج نیروهای خارجی از افغانستان به توافقات دست یافتند. وزارت دفاع از بیشتر ساختن فشار نظامی بر طالبان خبر می‌دهد. اسدالله خالد در مراسم معرفی یوسین زیا به حیث معاون نخست وزارت دفاع ملی می‌گوید که در سال جاری آنان عملیات‌هایی را در برابر دشمنان که به امر کشورهای بیرونی از مذاکرات صلح با حکومت خودداری می‌کنند را مجبور می‌سازند تا به مذاکرات صلح لبیک بگویند.
بار دیگه اجازه را نمیتیم و مسلمان دو بار از یک غار مار نمیگزند. وزارت دفاع ملی یاسین ضیا را به حیث معاون نخست این وزارت معرفی کرد. اسدالله خالد وزیر دفاع ملی در این مراسم میگوید که هیچ علائمی برای از بین رفتن اردو و بیرون شدن نیروهای خارجی از کشور وجود ندارد. آوازهایی که گویا آمریکایی‌ها میرن از اینجا، ناتو میره و ما تنها میمانیم، جنرال صاحب میلر تشریف دارند، جنرال صاحب رینی تشریف دارند، سفیر صاحب تشریف دارند. ما تا بال ای علائم ندیدیم. ما با هم یک جای کار میکنیم. پیامی که به دشمنان صلح و امنیت کشور دارم این است که هرگاه آماده پذیرش صلح و مالکیت دولت افغانستان نیستید، پس آماده باشید تا سربازان دلیر و شجاع نیروهای امنیتی شما را تعقیب خواهند نمود و در گوشه و کنار که باشین قلقم خواهد گردید. وزیر دفاع ملی همچنان می‌افزاید که آنان پابند به تعهدات هستند که اردوی کشور را از تقسیمات قومی، سمتی و زبانی بیرون کرده و ارتش کشور را بیشتر از پیش مسلکی بسازند. قوی ساختن اردو، مسلکی ساختن اردو، آماده ساختن اردو به شرایط دشوارتر از این. هر روز که کسی شک و شبه و چیز سمتی قومی یا دیگر پیدا کرد، او روز ما پیش از این دوستای خود ملامت هستیم. وزیر دفاع ملی برخی سیاسیون را متهم به دامن زدن ناامنی های اخیر در کشور کرده، اطمینان می دهد که آنان متحد به تامین امنیت و آوردن صلح بایزتند که دستاوردهای 17 سالی حکومت در آن حفظ باشد. با وجود آغاز روند آنلاین درخواست پاسپورت، هنوز هم هزاران شهروند از آن استفاده نمی کنند و به این ریاست مراجعه می کنند. رئیس پاسپورت با ابراز این مطلب می گوید که متاسفانه کمتر از 100 تن در روز از روند آنلاین استفاده می کنند و از همین رو میزان مراجعه مردم به این ریاست بسیار بلند است. در همین حال شماری از متقاضیان پاسپورت می گویند که اگر مردم از روند آنلاین استفاده کنند، جلو فساد و سرگردانی مردم هم گرفته خواهد شد. ادریس قدری گزارش می‌دهد. از چند بدین سو ریاست پاسپورت روند آنلاین درخواست پاسپورت را برای متقاضیان ایجاد کرده است تا بتوانند با سادگی فرم خانه پوری کنند. اما شمار اندک از مردم از این روند استفاده می‌کنند و ازدحام هنوز هم کاهش نیافته است. رئیس عمومی پاسپورت از مردم می‌خواهد تا از سیستم آنلاین که سهولت‌های زیاده دارد استفاده کنند. وی تاکید میکند تا زمانی که تمامی شهروندان با سیستم آنلاین آشنایی کامل دریافت نکنند، سیستم کنونی هم در کنار آن اجرایی خواهد بود. روزانه در حدود 60 تا 70 نفر می داشته باشیم که آنلاین میان. خوبی دیگه هم در این است که کسایی که فرم خود آنلاین خانه پوری میکنند، اینا تا ساعت 3 بجه میتونند که به اداره مرکزی پاسپورت با پیسه تاولی خود و فرم خود و همراهی امو اسناد مورد ضرورت که در وبسایت ما معرفی شده. در همین حال شماری از متقاضیان پاسپورت از ایجاد سهولت ها برای صدور پاسپورت ابراز خرسندی می کنند. سایت ریاست پاسپورت هم لینکش گرفتم، فرمای خانه پوری کردم، آویزش در بانک تحویل کردم، فقط ریاست پاسپورت آمدم، رئیس اداره امضا کرد و ظرف 5 دقیقه تمام کارهای من تکمیل شد و بیف شدم. بعد از بیف بایومتریک فقط کارهایم خلاص شد. بسیار یک سهولت خوب است. در گذشته من برای خود پاسپورت گرفتم، مجبور بودم ساعت 4 شب بیایم در نوبت ایستاد شوم، برای فامیل خود فعلا میخوام پاسپورت بگیرم و کارش بسیار سهولت است، بسیار آسان است از طریق آنلاین. با آنکه روند درخواست آنلاین دریافت پاسپورت چند پیش از سوی وزارت امور داخله افتتاح گردید، اما هنوز هم مردم روزانه به صورت فیزیکی برای طی مراحل اسنادشان جهت اخذ پاسپورت اینجا مراجعه میکنند. ادریس قادری، آریانا نیوز، کابل. دوباره خوش آمدید. توجه کنید به چند خبر کوتاه از جهان. 5 عضو اروپایی شورای امنیت سازمان ملل متحد گفتند که حاکمیت اسرائیل را بر بلندی های جولان به رسمیت نمی شناسند. سفیر بلژیم در سازمان ملل متحد روز گذشته گفت موضع گذشته اروپا در مورد بلندی های جولان تغییر نکرده است. بریتانیا، فرانسه، جرمنی، بلژیم و پولند که در حال حاضر اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد هستند گفتند که حاکمیت اسرائیل بر بلندی های جولان را به رسمیت نمی شناسند. این موضع گیری تازه
کشورهای اروپایی در مخالفت با آن تصمیم دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا قرار دارد که گفته است بلندی های جولان را به عنوان جزء از خاک اسرائیل به رسمیت می‌شناسد. مایک پنس معاون رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا گفته است کشورش قصد دارد فضانوردان را تا سال 2024 دوباره به مهتاب بفرستد. او در سخنرانی خود در آلاباما با تعهد بر این موضوع افزود که یک زن هم در میان تیم فضانوردان خواهد بود. فضانوردان اداره ملی هوانوردی و فضایی ایالات متحده آمریکا در سال 1972 بر سطح مهتاب فرو آمدند که از آن زمان به این سو هیچ کشوری دیگر گام جدی را به هدف دوباره فرستادن انسانها به مهتاب بر نداشته است. شمار قربانیان در نتیجه بارندگی و سرازیر شدن سیلاب‌ها در ایران به 32 تن رسیده است. حسن روحانی رئیس جمهوری این کشور گفته است که برای حکومت ایران تخلیه آب ناشی از سیلاب‌ها و رسیدگی به آسیب دیده‌ها در اولویت قرار دارد. وی همچنان از دولت ایران خواسته است که همه امکاناتشان را برای رساندن کمک به آسیب دیدگان به کار گیرند. گفته می‌شود بیشترین تلفات در ولایت‌های شیراز، گلستان، مازندران و خراسان شمالی این کشور به مردم وارد شده است. اتاق تجارت میگوید به شمول چابهار در دهلیزهای تجارتی مانند ابریشم و دهلیزهای دیگری که افغانستان را با سوی مرکزی وصل میکند مشکلات زیادی وجود دارد. سکتور خصوصی میگوید آنها نمیتوانند از آن استفاده کنند و وزارت صنعت و تجارت هم میگوید از این مشکل آگاهی دارند و برای حل آن با نهادهای مربوط کار میکنند. مسئولان اتاق تجارت میگویند راه لاجورد بندر چابهار دهلیزهای هوایی که از طریق شمال کشور با آسیای مرکزی گشایش یافته سکتور خصوصی هنگام استفاده از آن با مشکلات زیادی روبرو اند. با گفته آنان در بخش ویزه، گمرکات و ترانزیت مشکلات زیادی وجود دارد. همچنان در بندر چابهار به ذخیره‌گاه‌ها، سردخانه‌ها، ترمیم‌گاه‌ها، مرکزهای معیاری ترانسپورتی و نمایندگی بانک‌های خصوصی نیاز جدی است. آنان خواهان حل این مشکل از سوی حکومتند. لکه بانکونه، لکه بعضی ترمینالونه، لکه هلته ورکشاپونه ضرورت دی، هلته مثلا توقفگاه بخاطر مالونه چیزی، هلته معیاری استاندرد، حتی گودامونه، حتی هلته مثلا سړی خونی هلته ضرورت دی په هر برخه کې، کنه کله چې مالونه توقف کوي که هغه سړی الفساد مالونه وي یا تازه میوه وي، په هر برخه کې دې ته ضرورت شته چې متاسفانه هغه اوس شتون نه لري. دا یو واقعیت دی. وزارت صنعت و تجارت میگوید که از این مشکل سکتور خصوصی آگاهی ندارد و برای حل آن با کشورهای مربوطه گفتگو جریان دارد. در حال حاضر میبینیم برخی از مشکلات وجود دارد، اما برای حل این مشکلات جلسات به هم گرفته شده با ادارات زیربط با مقامهای خارجی برای حل این مشکلات. آگاهان اقتصادی میگویند حکومت پیش از گشایش دهلیزها و بنادر باید نخست به موارد رسیدگی کند که نیاز است. حکومت باید جامع پالیسی استراتژی ولری او دغه استراتژی باید اوږد مهال استفاده وي. متاسفانه چې موږ په دې برخه کې ستونزې لرو. آگاهان به این باورند که حکومت پیش از آغاز صادرات میوه افغانستان در سال جاری مشکلات کنونی را در بندر چابهار حل کند. توجه کنید به نرخ شمار از اسعار خارجی در برابر پول افغانی در بازارهای کابل. یک دلار آمریکایی 75 افغانی و 80 پول، یک یورو 85 افغانی و 50 پول، یک درهم امارات 20 افغانی و 60 پول. هزار تومان ایرانی 5 افغانی و 80 پول، 1000 روپیه پاکستانی 539 افغانی و 1000 روپیه هندی 1080 افغانی. وضعیت هوای کابل و چند شهر دیگر کشور. کابل نیمه آفتابی بلندترین درجه حرارت 13 پوینترین 9، هرات نیمه آفتابی بلندترین درجه حرارت 22 پوینترین 10، مزار شریف نیمه آفتابی بلندترین درجه حرارت 27 پوینترین 13، جلال‌آباد نیمه آفتابی بلندترین درجه حرارت 29 پوینترین 16، قندهار نیمه آفتابی بلندترین درجه حرارت 29 پوینترین 15 و غزنی نیمه آفتابی بلندترین درجه حرارت 11 پوینترین 4.
تشکر از همراهیتون و مجموعه خبری این ساعت. شبتون خوش. خدا نگهدار.